امروز در خدمت آقای مهداد هرسینی از بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه به تأثیرات سقوط دولت نوری مالکی نخست وزیر عراق در این کشور و تأثیر اون بر وضعیت ساکنان ایرانی کمپ لیبرتی خواهیم پرداخت که همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. با سلام خدمت شما آقای مهداد هرسینی، به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید و در ضمن برکناری مالکی رو هم بهتون تبریک میگم. سلام دارم خدمت شما خانم قفاری گرامی و عرض ادب میکنم خدمت شنوندگان رادیو ایراوا در هر کجا که صدای ما رو میشنوند. متقابلا منم خدمت شما مردم ایران، مردم عراق تبریک میگم این تحولاتی رو که در کشور همسایه طی هفته‌های گذشته به وقوع پیوسته. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم آقای حسنی، موضوع بحث ما هم امروز همین هست، یعنی موضوع نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق، و میخوایم که در رابطه با تاثیرات اون در خود کشور عراق و منطقه صحبت بکنیم. اگه ممکنه برای ما ابتدا توضیح بدید که چه عواملی باعث شد نوری مالکی خودش رو برکنار کنه از سمت نخست وزیری؟ دلایل برکناری یا بهتر بگیم سقوط دیکتاتوری مالکی بسیار متعدد بودند. برای روشن شدن این دلایل اجازه میخوام از شما تا قدری به اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراق طی دوران 8 سال حاکمیت مالکی بپردازم تا بهتر بتونیم این دلایل رو با همدیگه لمس بکنیم و با اونا آشنا بشیم. حتما بفرمایید. عمده ترین دلیل همون به نظر من پایداری مردم، احزاب و گروه های سیاسی و دیگر اندیشان عراقی در مقابل دیکتاتوری مالکی بوده. واقعیت اینه که به روی کار آمدن مالکی حاصل یک توافق بود با دیکتاتوری ولی فقیه در تهران. یعنی این رژیم آخوندی بود که با اهرم شیعه تلاش داشت تا تعادل قوا رو در کشور همسایه به نفع خودش برقرار بکنه، سنی ها و دیگر اقوام قومی و ملی این کشور رو که قریب قرنها با یکدیگه در صلح و صفا زندگی میکردن رو به کنار بزنه و یک حاکمیت یک پارچه و سرکوبگر به راه بیندازه. ما در دوران حکومت مالکی عملا این سیاست رو شاهد بودیم، سیاستی که طرد اقوام، سرکوب، اعدام، خودکامگی، حذف دیگر اندیشان و در نهایت جنگ داخلی. یعنی مالکی واقعیتش اینه که دستانش به خون جوانان، زنان، مردان عراقی و همچنین اشرفیان قهرمان و ساکنان زندان لیبرتی آغشته است که اونم با یاری نیروی تروریستی قدس و در سایه بیعملی و بیبرنامگی سیاستی به نام مماشات مالکی این وضعیت به وجود آورد. عراق الان به ورطه جنگ داخلی و خطر تجزیه کشونده، با قلدرمنشی و اعمال دیکتاتوری دست به تصفیه گسترده و خونین نیروهای ملی و مذهبی و دیگر اندیشان زده، نیروهای سکولار را حذف کرده، رادیو تلویزیون روزنامه ها را بسته و شبکه بسیار بسیار مخوف مافیایی و سرکوبگر در نخست وزیری عراق به راه انداخت. در اصل اینا زمین ساز این شد که از یک طرف به نارضایتی عمومی در عراق کشانده بشه و از طرف دیگه در نبود یک دموکراسی پایدار در عراق و برقراری یک دیکتاتوری بنیادگرایی مذهبی رو به رشد و نمو گذاشت و یک جنگ داخلی رو بر مردم عراق تحمیل کرد. در این راستا اگر خاطرتون باشه طرح‌های مالکی و نقشه‌هایی که با ولی فقیه و به ویژه با بازوی تروریستی اون برای اعمال قدرت در عراق به کار افتاده بود، استان‌های عراق رو یکی پس از دیگری به رزمگاه و به اونها اعلان جنگ داد. از طرف دیگه رژیم آخوندی اومد این کشور رو به عنوان یکی از استان‌های امنیتی خودش تبدیل کرد. به یاری نیروی تروریستی قدس در پشت بسیاری از بمبگذاری های انتحاری قرار داشت مالکی، با چنین شیوه هایی در تلاش بود تا ضمن ناام جلوه دادن عراق نه تنها خودش رو حاکم بی بدیل برای سرکوب مردم عراق جلوه بده، بلکه برای بقای خودش دست کمک برای تسلیحات جدید از غرب دراز کرد. دیکتاتور نوپای عراق جنگ ناخواسته و ناعادلانه ای رو تا به امروز به مردم عراق به ویژه کردها و سنی ها تحمیل کرده. در این راستا تظاهرات های مسالمت آمیز مردم رو در 6 استان عراق به خاک و خون کشیده، لوله های توپ و تانک رو به سوی مردم نشانه رفته.
از بمباران تا ریختن بشکه های انفجاری اگر خاطرمون باشه، تا راه اندازی دستجات تروریستی و بنیادگرا و جنگ داخلی، جملگی بخشی از طرحهای ضد مردمی مالکی و در سایه حمایت گسترده نیروی تروریستی قدس برای سرکوب مردم عراق بوده. در سایه اعمال چنین شیوه هایی و با وجود فساد گسترده دولتی، تابعیت از رژیم ولایت فقیه، تروریسم دولتی، نبود یک سیستم دموکراتیک، راه برای سوء استفاده نیروهای بنیادگرا در عراق باز شده و این کشور همونطور که میبینیم طی مدت کوتاهی به ورطه جنگ داخلی کشیده شده. به نظر من مالکی دست در دست خامنه ای نه تنها مردم عراق رو داره سرکوب میکنه و به کشتار اونها دست داده، بلکه در کشتار مردم سوریه هم نقش ویژه ای ایفا کرده. مرزهای عراق و مأمنی برای عبور نیروهای بنیادگرا از جمله داعش، از جمله القاعده، از جمله کتائب حزب الله و اصحاب الحق و همچنین گسیل گله های نیروهای تروریستی رژیم آخوندی و سلاح به طرف سوریه و دیکتاتوری سوریه انجام داده. ایزن این مالکی بوده که مرزهای هوایی عراق رو به عنوان بخشی از تیول ولی فقیه باز کرده و آنها را برای ارسال سلاح و تجهیزات و نفرات در اختیار نیروی تروریستی قدس قرار داده. یعنی میخوام با این جملات خدمتتون عرض کنم خانم غفاری، ابعاد جنایات مالکی علیه بشریت تنها در بمباران و قتل عام یاران بیدفاع و بیسلاح ما در اشرف قهرمان و زندان لیبرتی خلاصه نمیشه، بلکه سنگ بنای حاکمیت مالکی اون چیزی که به مردم عراق برمیگرده، بر پایه نقض شهید حقوق بشر، اعمال جبر و بربریت استوار بوده، مثل یک لبه تیز شمشیری بوده که دو طرف هم به سوی جوانان ما در زندان لیبرتی و اشرف و هم به سوی مردم عراق کشیده شده. هزاران عراقی رو در زندانها مورد شکنجه و تجاوز و ناعدالتی و تعرض قرار داده. دستگاه قضایی این کشور را تبدیل به ملعبه ای برای پیشبرد اهداف خودش کرده. ابعاد شقاوت و دیکتاتوری مالکی به حدی بوده که همسایه غربی ما به لحاظ آمار ارقام و زندانیان سیاسی و سرکوب و اعدام پا به پای دیکتاتوری خامنه ای قرار گرفته. آخرین گزارشی که من دیدم از سازمان عفو بین الملل بود که در ماه مارس اعلام کرد 80% اعدام های انجام شده در دنیا در ایران و عراق صورت گرفته. این عین جمله سازمان عفو بین الملل. به هر حال این حکومت مالکی بوده که در عراق گورای دست جمعی، زندان های مخفی برپا کرده، تمامی راهکارها و شیوه های مسالمت آمیز رو برای رفتن عراق به سمت سوی دموکراسی رو به بنبست کشوند. تمامی اینها بخشی از جنایت های بی حد و حرصی بوده که مالکی طی 8 سال گذشته در عراق برپا کرد. و اما پاسخ مردم رو، مردم که به حق به پا خواسته بودن و طلب آزادی میکردن، طلب دموکراسی میکردن، طلب برابری میکردن، همونجور که عرض کردن با بمب و موشک و لشکرکشی و قتل عام دادش. اینها دلایلی بوده که به نظر من راه به اونجا برد که مالکی مجبور شد از قدرت به کنار بره. در اصل این مردم به پاخواسته عراق در به ویژه در استانهای سندین و پیشروی اونها به سوی بغداد بودش که اینقدر فشار وارد کرد که نهایتا همونجور که عرض کردم به سرنگونی مالکی، به ویژه من از استانهای عراق که اسم میبرم، استان دیالی، استان الانبار، نینوا، صلاح الدین، ماها و بیش از قریب 2 ساله که اینها در تظاهرات ها و اعتراضات خیابانی از دفاع از حقوق حقه خودشون برای کنار زدن دیکتاتور نوپای عراق قیام کردند و این مجموعه بود که در اصل راه بدانجا برد که مالکی مجبور به کنارگیری. به نظر من نباید لفظ کنارگیری رو به کار برد، بلکه بایستی لفظ سقوط مالکی رو به کار برد در این امر.
درست آقای هرسینی، ما حمایت غربی ها، حمایت آمریکا به طور مشخص از مالکی رو هم نمیتونیم تو این معادله در نظر نگیریم. الان بله که مالکی سقوط کرد، به قول شما دولت مالکی سقوط کرده، این سقوط تاثیراتی داره در اوضاع سیاسی عراق توی چند ماه آینده، به خصوص که الان نخست وزیر جدید عراق هم مشخص شده، ولی خب ما زیاد با ایشون آشنایی نداریم. تا اونجا که من اطلاع دارم، نخست وزیر جدید عراق از ائتلاف ملی عراق هستش. ائتلاف ملی تشکیل شده از سخنگوی حزب دعوت اسلامی هستش که تشکیل شده از گروه های مختلف شیعه، منظورم آقای حیدر عبادی هستش، بله نیروهای شیعه، عرضم به حضور شما نیروی صدر هستش، حزب دعوه هستش و همچنین نیروهای سپاه بدر هستند در اونها که به رهبری حکیم هستش و یه بخشش هم همین حزب، عرضم به حضور شما حزب دعوه هستش و ایشون تا چندی پیش پست سخنگوی حزب دعوت اسلامی رو داشتن که این حزب دعوت اسلامی وابسته به سپاه بدر هستش. اما در پاسخ به سوال شما، طبعا برکناری مالکی از قدرت و سقوط مالکی در عراق تبعاتی برای عراق خواهد داشت. این سوال خوبیه. ما روند تحولات عراق در شرایط فعلی، یعنی شرایطی که عملا یک جنگ داخلی بر اون مسلول شده رو نمیتونیم تا رسیدن به آرامش نسبی پیش بینی دقیق بکنیم. درست یعنی من میخوام بگم که نخست باید دولت جدید سر کار بیاد، وزیرها باید امور اجرایی رو بر عهده بگیرن، سازمان ها و نهادهای دولتی و حکومتی که طی 8 سال حاکمیت مالکی مأمن فساد اداری، زورگویی، چپاول و سرکوب بودند و یک فرم و قوامی پیدا کرده بودند، اینها باید به کناری زده بشن، یک دولت آشتی ملی بر سر کار بیاد. حالا اسمش رو هر چی می‌خوایم بذاریم، ائتلاف ملی بذاریم، آشتی ملی بذاریم، ما که از ملی صحبت می‌کنیم، یعنی باید در برگیرنده تمامی جناح‌های سیاسی، قومی و مذهبی در عراق باشه. خود این پروسه زمان می‌بره. به موازات اینم الان داریم میبینیم که بخشهایی از این کشور متاسفانه به دلیل اعمال همون حاکمیت دیکتاتوری 8 سال دستخوش تروریسم کور بنیادگرایی شده. منظورم همون جریان دولت اسلامی شام و عراق هستش، یعنی داعش. در مقابل ارتش عراق تقریبا از کار افتاده، این باید بازسازی بشه. نیروهایی هستند در عراق که تحت حاکمیت مطلق مالکی قرار دارن، در دفتر نخست وزیری دارن اعمال حاکمیت میکنن، اینها باید از هم پاشیده بشه. شبه نظامی ها باید منحل بشن، تشکلات دموکراتیک باید دوباره شکل بگیرن، روزنامه ها، نشریات باید دوباره شکل بگیرن و کار به قول معروف مردمیشون رو شروع بکنن. نیروهای مردمی و قبایلی که الان در مقابل قوای دولتی تقریبا در 6 استان این کشور رو آزاد کردن، اینا بایستی بیان و به پروسه آشتی ملی بپیوندن. منظورم در یک اتحاد عمل جدی میان سنی ها، شیعه، کرد ها و حتی مسیحیان بایستی این آشتی ملی خودش رو نمایندگی بکنه و نشون بده. ترکیب دولت بسیار مهمه، تقسیم قدرت در دولت بسیار مهمه. اینا سنگ بناهایی هستند و همچنین سنگ محکی هستند برای اینکه عراق بعد از دوران مالکی به چه سمت سویی خواهد رفت. من با مثال زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، از اونا باید اعاده حیثیت بشه، بحث شکنجه، بحث کشتار، آمران و عاملانی که در کشتارهای مردم بیدفاع، چه در اشرف و زندان لیبرتی و یا چه در شهرهای مختلف عراق مشارکت مستقیم داشتن، اونا بایستی معرفی بشن، اونا باید به کنار گذاشته بشن. یعنی فکر میکنم این وضعیت موقعی میتونیم ازش نتیجه مطلوب رو بگیریم و بگیم که تحولات عراق به سمت و سوی مثبت داره میره که چنین پروسه ای رو ما طی کرده باشیم. الان برای این پروسه به نظر من هنوز زوده و ما نمیتونیم ارزیابی دقیقی از وضعیت بدیم، چون دولت جدید هنوز خودشو معرفی نکرده و هنوز سر کار نیومده و من فکر میکنم که این آخرین شانس برای عراق باشه، برای خروج از بحران ها باشه. لذا پیش بینی بسیار سخته، اما باید امیدوار بود. امیدوار به این دلیل که ما دیدیم که مردم عراق با پایداری و مقاومت خودشون در مقابل دیکتاتوری مالکی، در مقابل نیروی تروریستی قدس، تونستن در قدم اول مالکی رو کنار بزنن و این جای خوشبختیه. این خودش قدم بسیار مهمیه و نشون از اون داره که
این خواسته ملی برای رسیدن به یک عراق متحد در میان حداقل بخش بزرگی از آحاد این کشور وجود داره. قدم دومم اگه اتفاقا خاطرتون باشه، خانم رجوی در یکی از صحبتاشون اخیرا به اون اشاره کردن، نکته بسیار مهمی بود و اونم برقراری امنیت در عراقه. در پشت امنیت هست که میتونیم به یک ثبات سیاسی برسیم. بزرگترین خطری که هنوز عراق رو تهدید میکنه همون خطر تجزیه است، چون که سلاح‌ها هنوز دارن شلیک میکنن، نیروهای تحت امر مالکی همچنان مشغول خونریزی هستند. من امروز خبری شنیدم که نیروهای شبه نظامی مالکی به مسجدی حمله کردند و قریب 80 نفر را کشتن و زخمی کردند. یعنی حداقل تا آخرین دقایق حکومتش مالکی تلاش میکنه که همچنان خونریزی بکنه، همچنان این پست رو تا دقایق آخر با خون و خونریزی به پیش ببره. اگه خاطرتون باشه تاکید ویژه داشت بر دور سوم نخست وزیری خودش و حتی تا اونجا پیش رفت که بخش عمده ای از نیروهای سرکوبگر خودش رو در روز پایانی سرنگونیش به میدان فرستاده بود تا با ایجاد شانتاژ، ترس و هراس در دل مردم و نیروهای مبارز این کشور یک شبه کودتا برقرار بکنه. یعنی به طور کلی روی مالکی به دلیل عدم تعادل روحی که داره ما نمیتونیم هیچ وقت حساب بکنیم و تا لحظه آخر، تا موقعی که انتقال قدرت صورت نگرفته و تا موقعی که دولت جدید روی کار نیامده و برنامه عملش رو اعلام نکرده، ما نمیتونیم چشمانداز رو بگیم بسیار مطلوبه یا اینکه نیست. تهدید به نظر من به قوت خودش باقیه، مضافاً بر این که امکان این که مالکی هر آن دست به کشتار یا حرکت دیوانوار دیگه ای بزنه هستش. اما یک اما هم خواستم در آخرین جمله خدمتتون اشاره بکنم، اونم اینه که این یک شکست بزرگی برای خامنه ای در عراق بود که ما در اصطلاح به اون جام زهر میگیم، جام زهر عراق. یعنی مالکی از قدرت کنار زده شده، چشمانداز نوینی برای برقراری امنیت و ثبات و همچنین خلعیت از نیروی تروریستی قدس هرچه بیشتر روشن شده. اینجا دیگه به نظر من به عهده سیاستمداران جدید عراقه که دست به رفع آثار تمامی اشتباهات گذشته در دوران مالکی بزنن و تلاش کنن که عراق رو از خطر تجزیه و ادامه جنگ داخلی برهانن. شما به چند زاویه به بحران عراق اشاره کردید، چند قسمت دیگه هم، چند نمونه دیگه هم میشه باش نگاه کرد به این مسئله که بهش خواهیم پرداخت. آقای هرسینی، با توجه به اینکه شما اشاره کردید به وضعیت ساکنان لیبرتی و همینطور وضعیتی که ساکنان کمپ اشرف داشتن تو این 8 سال گذشته، با سقوط مالکی فکر میکنید وضعیت هموطنانمون توی کمپ لیبرتی چگونه خواهد بود؟ و یک سوال دیگر هم دارم، نمیدونم بتونید به این جواب بدین یا نه، این که واقعا حضور مجاهدین خلق در عراق چه نقشی در سقوط مالکی یا برکناری مالکی داشته؟ عرضم حضور شما که طی 8 سال حکومت مالکی 8 حمله و کشتار جنایتکارانه و موشک پرانی اگه خاطرتون باشه علیه ساکنان بیدفاع اشرف و زندان لیبرتی انجام گرفت که طی اون 116 نفر شهادت رسیدن و بیش از 1000 نفر زخمی شدن و 7 تن هم روبوده شدن که 6 نفر از اونها زنان شجاع و مبارز میهنمون هستن و از سرنوشت اونها هیچ خبری ما نداریم. همونطور هم که اطلاع باز دارین الان 1 ساله که از آخرین جنایت بزرگ و قتل عام در اشرف قهرمان میگذره. با تمامی تلاش هایی که سازمان مجاهدین به ویژه شخص خانم رجوی، سازمان های مدافع حقوق بشر، نمایندگان پارلمان ها و شخصیت های سیاسی، علمی و فرهنگی کردند، دولت مالکی از وضعیت این 7 اسیر مجاهد تا الان هیچ گونه اطلاعی به افکار عمومی عراق و جهان نداد. ایزد محل دفن شهدای قهرمان کشتار اشرف در حمله ضد انسانی 10 شهریور سال گذشته، الان هم نیروهای تحت امر مالکی در اطراف زندان لیبرتی مستقر هستند و زیر نظر شخص اون یک کمیته سرکوب اشرف داره فعالیت میکنه. همچنان بر ساکنان بیدفاع زندان لیبرتی فشار داره وارد میکنه. شما به درستی اشاره کردین، ما الان محاصره غذایی داریم، محاصره دارویی داریم، محاصره پزشکی داریم، سوخت و آزار و اذیت همچنان ادامه داره. اتفاقا من میخوام به چند اطلاعیه اخیری که مقاومت ایران طی روزهای گذشته
انتشار داده اشاره بکنم که از اون به ویژه به جامعه بین الملل و ایالات متحده و سازمان ملل متحد نسبت به سرنوشت جان فرزندان، خواهران و برادران ما در زندان لیبرتی در این شرایط حساس، در شرایط حساس به خاطر دوران انتقال هستش عرض میکنم، هشدار داده، از اونا خواسته که دخالت جدی بکنن. یکی از راهکارهایی که به نظر من در اینجا بسیار مهمه و ضربگیر هستش و جلوی هر گونه فعالیت و یا طرحهای احتمالی نیروهای مالکی رو خواهد گرفت، استقرار کلاه آبی ها بودش که اتفاقا در آخرین کنفرانسی که هفته گذشته در ژنو برگزار شد و در اون شخصیت های بین المللی و همچنین خانم رجوی شرکت کرده بودند بهش اشاره کردند. این کماکان عملیه و راه حل به نظر من منطقی برای گذار از این دورانه تا وضعیت ساکنان تعیین و تکلیف بشه. از دولت جدیدم اون چیزی که ما میخوایم، ما به صفت جوامع ایرانی، ما به صفت ایرانیان میخوایم اینه که به جد در زمینه برداشتن این فشارها دستگاه سرکوب علیه ساکنان زندان لیبرتی اقدام فوری بکنه. برای مثال دست پزشکان، وکلا، خبرنگاران و هیئت‌های بین‌المللی رو برای رفتن به داخل زندان لیبرتی باز بذاره، حق و حقوق ساکنان لیبرتی رو عطف به منشورهای ملل متحد و تعهدات بین‌المللی که عراق اون رو امضا کرده محترم بشماره، در پروسه نقل و انتقال کارشکنی نکنه، دست نیروی تروریستی قدس و تمامی باندهای سیاهی رو که مالکی اونها رو به جان عزیزان ما در زندان لیبرتی انداخته بود ببنده و حفاظت از اونها رو جدی بگیره. منظورم از نیروی تروریستی قدس باندهای اطلاعات رژیم هم هستش، کسایی که میرن اونجا و خلاصه کارهای اطلاعاتی علیه رژیم. به هر حال چشمانداز وضعیت ساکنان لیبرتی به نظر من چشمانداز روند صلح‌آمیز در عراق گره میخوره. اگه این روند به درستی انجام بشه و دوام و قوام پیدا کنه و دولت جدید به تعهدات خودش جامعه عمل بپوشونه و بر اون سیاست‌های گذشته و مخرب مالکی یک خط بطلان بزرگ بکشه، یقیناً تبعات اون در تمامی زمینه‌ها از جمله وضعیت یاران ما در عراق تاثیر خواهد گذاشت. لذا به نظر من باید صبر پیشه کرد و به انتظار عمل موند. با این نکته میخوام تاکید بکنم طی این دوران انتقال خطر برای ساکنان زندان لیبرتی بسیار بالقوه است و در اینجا از تمامی یاران، اعضای خانواده مقاومت و همچنین ایرانیان شریف آزاده میخوام که نسبت به جان فرزندان ما، نسبت به خواهران و برادران ما در زندان لیبرتی وضعیت اونها بسیار بسیار هوشیار باشند. فکر میکنم که تاثیر برکناری مالکی در وضعیت ساکنان لیبرتی اگه من بخوام بگم در این چند جمله‌ای که خدمتون گفتم خلاصه میشه که بایستی به انتظار موند و ببینیم که دولت جدید عراق چه سیاستی رو به طور کلی نه تنها در رابطه با مردمش بلکه در رابطه با رژیم آخوندی و همچنین مقاومت ایران که در عراق هستش اتخاذ میکنه. آقای ارسنی، با این مواردی که شما برشمردید، جنایاتی که مالکی در حق مردم خودش کرد، آشوبی که در عراق برپا کرده، وضعیتی که برای هموطنان ما توی لیبرتی به وجود آورده، آیا به نظر شما احتمال دادگاهی شدن مالکی وجود داره به خاطر جنایت علیه بشر، نه تنها در قبال هموطنانمون توی لیبرتی بله، بلکه در حق خود مردم عراق؟ بله، به نظر میرسه که نشانه هایی برای این امر وجود داشته باشه. حداقل من میتونم به موضع‌گیری های اخیر رهبران سیاسی مخالف مالکی در عراق استناد بکنم. بسیاری از اونها طی چند هفته اخیر و با تحولاتی که در این کشور در حال ایجاد هستش امید دارن تا با کشوندن مالکی به پای یک دادگاه بین المللی پرونده سیاه دوران حکومت اون رو بازگشایی کنن و به اون رسیدگی بکنن. برای مثال هم آقای علاوی، هم آقای طارق هاشمی و هم رهبران سنی و قبایل بزرگ عراق مثل شیخ خاتم از چنین روندی استقبال کردند. از طرف دیگه هم میدونیم که مقاومت ایران و وکلای ساکنین زندان لیبرتی و خانواده های شهدای اشرف و لیبرتی به دادگاه اسپانیا طرح شکایت بردند و وکلا و قضات بین المللی خبره و زبره نیز تو این زمینه اقداماتی انجام دادند. بسیاری از محافل و شخصیت های حقوق بشری و سیاسی و حقوقی و پارلمانی در سراسر دنیا تاکید کردند که
از مجموع 8 حمله‌ای که به اشرف و زندان لیبرتی شده، 3 حمله اون میتونه در ردیف جنایت‌های ضد بشری قرار بگیره، چرا که تمام ویژگی‌های جنایت علیه بشریت رو دارا هستش. همینطور در مورد کمیته‌ای که تشکیل داده برای سرکوب ساکنان اشرف که مستقیما در دفتر خودش کار میکنه و زیر نظر شخص مالکی هستش، و همچنین اعمال محاصره ظالمانه و همه جانبه ای که به لحاظ پزشکی و دارویی و غذایی علیه ساکنان زندان لیبرتی به راه انداخته. ما میدونیم که بر اثر این محاصره ظالمانه تا الان 20 تن از ساکنان اشرف به شهادت رسیدن. تأثیرات منفی این محاصره هستش که در تعارض جدی با اصول حقوق بشر هستش و اصول و قوانین و عرفهای بین المللی هستش. یعنی جنایت های مالکی الان از 2 سو داره فعالیت های بین المللی صورت میگیره برای بازگشایی پرونده های جنایتش. یکی از سوی خود عراقی ها هستش و قربانیان زندانیان سیاسی و شهروندان عراقی و نیروهای سیاسی اون هستش، قربانیان سرکوب خونین، و دیگری هم از سوی وکلا و حقوقدانان مقاومت ایران و مردم ایران که امیدواریم این پرونده برای درس گرفتن تمامی دیکتاتورها هر چه زودتر بازگشایی بشه، به راه اندازی بشه و به جد جای مالکی و تمامی آمران و عاملان کشتار و زنان و مردان قهرمان ما در اشرف و زندان لیبرتی و همچنین به نظر من مردم مظلوم عراق، هم از سنی، شیعه، کرد، مسیحی و تمامی دیگر اندیشان و نیروهای سکولار در مقابل یک دادگاه ذی‌صلاح بین المللی به دلیل جنایت علیه بشریت قرار بگیره. به نظر من این خواست به حق حقوق بشر نوین امروزی است و شدنی هستش. درسته، ولی آقای هرسینی معمولا دیکتاتورها درس عبرت نمیگیرن و کاملا شاهد بودیم، تاریخا شاهد هستیم که از همدیگه درس میگیرن. اگه قرار بود که دیکتاتور سوریه اسد از سرنوشت نوری مالکی در عراق درسی بگیره، فکر میکنید اون درس چه خواهد بود؟ شما من فکر میکنم پاسخ سوالتون رو شما خودتون دادین و فکر میکنم که من با شما کاملا موافقم. فکر میکنم که دیکتاتورها عبرت پذیر نیستند. این فلسفه وجودی تمام دیکتاتوراست و به صفت قدر قدرتیشون، به صفت امکاناتی که در اختیارشون هست، به صفت پول و به صفت نیروهای تا دندان مسلحی که دارن، هرگز قبول نمی کنن که یک روزی باید حساب کتاب پس بدن و یک روزی به قول معروف در مقابل مردم و یا در مقابل یک دادگاه ذی‌صلاح بین المللی قرار خواهند گرفت. به نظر نمیرسه که بشار اسد خونریز از اوضاع عراق درس بخواد بگیره یا اصلا بخواد که علاقمند باشه که درس بگیره، بلکه من تصورم به اینه که بشار اسد همچنان تا روزهای آخر حکومتش به خونریزی و کشتار مردم در این کشور ادامه خواهد داد. آقای هرسینی، ما میدونیم که مالکی دستشانده رژیم ایران توی عراق بوده و خامنه ای از او هم حمایت های همه جانبه میکرد. به نظر شما سقوط دولت مالکی چه پیامدهایی برای رژیم ایران خواهد داشت؟ اگه بخوام در یک جمله به سوال شما پاسخ بدم، سقوط مالکی ضربه بزرگی به دیکتاتوری خامنه ای در منطقه بودش، یعنی جام زهر دیگری بود در ادامه جام های زهر داخلی، منطقه‌ای و بین المللی که به ولی فقیه تحمیل شده و اون رو ضعیفتر و ضعیفتر کرد. اگه خاطرمون باشه مالکی در دسامبر گذشته به تهران رفت و در آخرین دیدار که با ولی فقیه داشت از اون درخواست کمک برای دور سوم نخست وزیری کرده بود. این دیدار درست بعد از قتل عام سبوعانه 52 مجاهد اشرفی در تاریخ 10 شهریور سال گذشته به وقوع پیوست. یعنی با کارت سبز خامنه‌ای بود که مالکی به بغداد برگشت و یک سیاستی رو به پیش برد و اون سیاست سرکوب عریان مردم، و از اون دوران بود که جنگ رو در استانهای سنی نشین عملا آغاز کرد. یعنی من از روند قضایا میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که طرح مشترک خامنه ای مالکی اساسا بر 2 محور در عراق استوار بود. یکی حذف فیزیکی و سرکوب خونین مقاومت ایران، ساکنان اشرف و زندان لیبرتی، و دوم اعلان جنگ به مناطق به پاخواسته عراق، عمدتا 6 استان سنی نشین در این کشور بود. اینها پیش شرط ها بود که خامنه ای برای رسیدن دور سوم نخست وزیری
مالکی گذاشته بود و طرح بر این بود که با همکاری نیروی تروریستی قدس عراق رو ببلعه و تا اونجایی که میتونه هرچه بیشتر اون رو به جولانگاه مطامع و طرحهای خودش تبدیل بکنه. به هر حال با تمامی حمایت‌های مالی، لوجستیکی، نظامی، اطلاعاتی که رژیم آخوندی از مالکی کرد، مالکی نتونست برای دور سوم بر سر قدرت بمونه. خامنه‌ای تا آخرین دقایق تلاش کرد مالکی رو بر سر قدرت نگه داره. اساساً لزومی به برکناری مالکی نمیدید، چون که مالکی عراق رو کرده بود تبدیل به تیول ولی فقیه کرده بود از طریق نیروی تروریستی قدس، و هم خامنه ای هم تمام اسرار درونی شبکه ها، مناسبات و خلاصه تمامی وضعیت عراق مطلع بود. به هر حال سقوط مالکی ضربه بسیار بسیار سنگینی به ولی فقیه در منطقه وارد کرده، و میدونیم که یک نکته بسیار مهم تاریخی هستش من میخوام به اون اشاره کنم، و اونم اینه که عراق از روز نخست به قدرت رسیدن آخوندها در ایران یکی از اهداف خمینی و بعد از اون خامنه ای بوده. بله. برای رسیدن به این هدف هم رژیم در دو مقطع، یعنی در زمان خمینی اول با جنگ 8 ساله و بعد از اون که این جنگ توسط مجاهدین و رزمندگان ارتش آزادی بخش به شکست انجامید و درب تنور جنگ به گل گرفته شد، اومد تغییر سیاست داد و با جنگ نرم در دوران خامنه ای تلاش کرد که عراق رو بخشی از حاکمیت خودش بکنه. رژیم هیچ وقت به عراق به صفت یک کشور همجوار و شونه به شونه و هم قد و قواره نگاه نکرده، بلکه اون رو به عنوان همواره استانی از استانهای خودش دیده. الان هم اگر توجه بکنیم قریب 26 ساله که از جنگ ضد میهنی میگذره و هنوز هم که هنوزه حکومت آخوندی با کشور همسایه قرارداد صلح امضا نکرده. دلیلش چیه آقای حسینی؟ بستن قرارداد صلح به نظر من یعنی تعهد دادن به جامعه بین المللی و تبعات اون رو پذیرفتن، یعنی اینکه من این کشور همسایه رو به عنوان یک کشور قبول دارم و دیگه علیه اون جنگ و بلوا و خونریزی و تروریسم راه نمیندازم. خب این تبعات داره امضای همچین قرارداد صلحی، یقینا یه خط بطلانی خواهد بود بر تمامی ادعاها و عربده‌کشی‌های آخوندی در رابطه با کشور همسایه‌مون عراق. لذا تا اونجایی که میتونه از امضای چنین قراردادی سرباز میزنه. با این جملات من میخوام به تبعات استراتژیک و ضربه‌ای که الان رژیم آخوندی در عراق با تمامی سرمایه گذاریایی که کرده بود و سقوط مالکی به اون میخوام اشاره بکنم. یقینا به نظر من رژیم بیکار نخواهد نشست، تلاش دوباره خواهد کرد تا آب رفته رو به طریقی به جوی برگردونه. اینجا به نظر من دیگه وظیفه مردم و نیروهای ملی و ضد بنیادگرا در عراق که با اتحاد و همدلی این وضعیت رو حفظ بکنن و در راستای خلعیت از نیروی تروریستی قدس و رژیم آخوندی قدم‌های جدی بردارن. امیدواریم دست رژیم ایران هر چه سریعتر از سر مردم این منطقه کوتاه بشه آقای حسینی، که واقعا عامل اصلی هر چه بحران در این منطقه خاورمیانه هست و شاید فراتر از منطقه خاورمیانه سیاست‌های مخرب رژیم ایران هست. کاملا با سخنتون موافقم خانم غفاری. متشکرم از توضیحاتی که دادید آقای حسینی و وقتی که برای این گفتگو باز کردید. براتون روز و شب خوبی آرزو دارم. خیلی متشکرم، لطف دارین از وقتی که در اختیار من گذاشتین. متقابلا متشکرم از طرف بنیاد خودمونم از شما تشکر میکنم. براتون ساعات و اوقات خوبی را آرزو میکنم. برای مقاومت ایران آرزوی پیروزی دارم و برای مردم خوب عراق آرزوی روزهای بهتر دارم.
پشم این خاکم منم خشمنگیز دگرگون شو حالا بستیز فروغین و شده زار از آبار شب هرمان برابر رایت آسیان کنون از شام تا ایران به هر میدان بگو حاضر انا موجود في شعب الكرم.